سلام پسری ها عزیزم، بیا صبونه آماده است، بیا بخور نوش جون کن. نه میخوام دارم گردگیری میکنم آن ای بابا نمیخواد گردگیری کنی، بیا صبونه بگید خوشمزگی. چرا نمیخوای کره مربا و پنیر؟ نه میخوام کره مربا، نه میخوام. پس چی میخوای؟ من صبونه رو دوست ندارم. چی دوست داری؟ سوفی. ما که صحبت کردیم دیگه، شما اسمشو نبر و نخوری. پسرم دیروز هم از سوسیس مگه قرار نشد اسمشو نیاریم تو این خونه؟ آره دیگه، اسمشو نبر دارم میگم دیگه، اسمشو نبر خوردی، نمیشه که همش اسمشو نبر بخوری بابا. راست میگی. نه میخوام، من فقط دلم اسمشو نبر میخوام. اسمشو نبر. بابا بچه مریض میشی. نه میخوام، من مریض نمیشم. مگه ندیدی ملک خانوم چی گفت؟ گفت اگه غذا نخورم مریض میشم. بچه هم نمیشه امروز اسمشو نبر بدی بخوره. ای بابا، آخه این همه اسمشو نبر خوردن که براش خوب نیست. میدونه این نه نمیشه. نه آخه اصلا من با اون قهر جهانم، اصلا من دیگه هیچی نمیخورم. مریضی؟ ای بابا مریضی؟ مریضی بیا منو بخور. ای وای خیلی خب باشه، من رو درست میکنم. اما واسه نهار از اسمشو نبر دیگه خبری نیست. گفته باشم باش قبول قبول. خیلی حالا حاله چطوره؟ احواله چطوره؟ میدی بهش اسمشو نبر؟ دو لقمه با آرامش بخوریم، واقعا اگه گلوم پایین نمیرفت عروس سکر. محله 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 گلو بلبل، محله 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 گلو بلبل. شروع شده از سر نو دوباره دوباره، محلمون تو هیچ کجا شعبه دیگه نداره نداره. گلا پرامون گلستونه، صدای خنده تو هر خونه. قما بره الهی که شادی فقط بمونه، قما بره الهی که شادی فقط بمونه. محله 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 گلو بلبل، محله 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 گلو بلبل. شما چه احساساتی شد؟ اما کدوم احساساتی؟ چه احساساتی؟ من دارم پیاز بوز میگنم، پیازش عشق آبر تنده. نه نه من میدونم الکی میگه پیاز، گریش گرفته. من آخه از بچگی هر جا میخوندم همه دور اطرافی همه میزد از زیر گریه. راز میگه، من دیدم تحت تاثیر قرار میگیرم. اصلا خودش شام با تو بود، شام با تو بود. من بارها اینقدر خونده اصلا خودش عشق ریخته. من روم نمیشه، من دلم تنگه، دلم اینجاش میره بالاتر. یا
دلومه. چه خبره؟ ترا داره آهنگره میکنه. آهنگری کجا؟ من اره هستم، این جاغوه. آهنگری نمی کنیم، استام داره برای استاد میخونه. میخونه؟ نه بابا، صدای بریدن آهن میاد اینجا. عزیزه من صدای نون خالی خوره. آره نگو، این خمه مال خودمه، این خمه مال خودمه، بهش گیه نمیدومه. قمه در بود اوج کوشن اینو. خب حتما اینو شاید مردن، نمیخوان اشکاشونو کسی ببینه، روشون نمیشه، رفتن اشکاشونو پاک کنن. بابا بیاین، چیزی نیست که، به خودم خیلی مردم هم گریه میکنن، به خودم دیدم که مردم سیبیل دارن ولی اینقدر گریه میکنن. پسری میان ناهارتو بخور. نمیخوام. یعنی چی نمیخوام؟ من از غذا دوست ندارم. غذا به این خوشمزگی، تو میای اول یه لقمه بخور بعد بگو دوست ندارم. ناخر نمیخوام. باشه، چی دوست داری بگو، من همونو برات درست کنم. زوفی اصلا اسمشام نیار. خب منم نمیخوام. ایوو من با تو قر جهانم دیگه، هیچی نمیخورم تو از گشنگی تلف بشم. این حرفا رو کجا یاد گرفتی تو آخه؟ از تلویزیون راز بقا. خب بچه گوزه مامان دان داشت از تشنگی تلف میشد. ای وای الهی، قربونت برم من، مگه من میذارم تو تلف شی؟ خب پس برام اسمشو نبر درست کن تو تلف نشم. آخه تو که به من قول داده بودی دیگه اسمشو نبر نخوری. مامان دان جان، مامان امروز بخورم دیگه نمخورم. خیلی خب، قول 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 باش. انا مرا درست میکنم. آخ جون صوفیه صوفیه من صوفیه بازه جهان براشا دیگه اسمشو تو خونمون نیاریم دیگه. باش ببخشید، حواسم نبود. آخ جون اسمشو نبر، اسمشو نبر، من اسمشو نبر باز جهانم. این حضر این خوشمزدگی درست کن. چه نمیخوریم؟ ببخشید ولی من این غذا رو دوست ندارم. تو که عاشق هر ششته بودی، یعنی چی دوست ندارم؟ ببخشید ولی الان دوستش ندارم، متاسفم. شما ها چی؟ راستش منم دوست ندارم. تو چی امید همه؟ انا ای اودا اصلا من از گلوم پایین میمیره. انا وا. این دادا رو دود نداری. برای چی؟ دادم که دود نداریم دیگه. ما تو خونمون از این حرفا نداشتیم. چی شده؟ یا بر تو چی؟ مهناز خاتو. بله. منم نمیخورم. من با هزار زحمت برای شما غذا آماده کردم، وقت گذاشتم، وقت میگه نمیخوری؟ نمیخوری. باشه نخوری. مادر من داری چی کار میکنی؟ دارم جمع میکنم غذا رو، چون شما ظاهرن گشنتون نیست. بابا گشنمونه ما مادر. نه دیگه، اگه گشنتون بود الان غذا رو میخوردی. بابا مامانش خاتون. بله. چرا از ما نمیپرسین که این غذا رو دوست ندارین؟ خب چی دوست داری من اونو براتون درست کنم؟ یعنی چی؟ کی اینو گفته؟ یاور اینه کجا یاد گرفتی؟ چیزه از مدرسه ماما. از مدرسه؟ خیلی خب، من فردا میام ببینم اونجا چه خبره. اوچا 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 کجا؟ بله چیزه رازیش، یکی بچه های کلاسم رو گفت من هر وقت یه غذای خوشمزه بخوام، خب میرم خونه اقضا بهونه میگیرم، خب میگم اینو نمیخورم، این غذا رو دوست ندارم. بعد مامانم میگه چی دوست داری اشم؟ بعد من میگم اسم غذا بشه اینو دوست دارم. خب اون وقت مامانم میگه که باشه، بعد اون غذا رو برام درست میکنه. اون ماما خیلی خب باشه، شما بگین چی دوست داری من همونو برات درست کنم. برو مسافی، برو مسافی. باش کباب خوب میده، کباب. نه ای
دلش پوله با مر. به نظرم شما فکراتونو بذارین رو هم به یه جنبندی برسیم بعد به من اعلام کنین چی میخواین. خب خدایا آخه مگه میشه؟ من خیلی ناراحت شدم. چی شده ماما؟ یه دقیقه وایس آخه مگه میشه بچه صبح زور شب سوسیس بخوره؟ سوسیس؟ وای ملکه خانم گفته. ملکه خانم چی گفته؟ هیچی با شما نبودم. حالا شما خودت ناراحت نکن، من بعد از اون میام اونجا یه سر میزنم قربان تو بشم. گریه نکن ماما، گریه نکن. خداحافظ ماما. چی شده؟ وای وای این بچه آقای عزیز خب. همش داره سوسیس میخوره مامان جان. همش سوسیس میخوره؟ بله بله بله. اصلا خوب نیست برای بچه ها سوسیس. وای نمیدونم، مامانش میگه که من همش به این سوسیس میدادم خب. بعد سوسیس ها رو کم کردم خب. بعد صبحانه فقط به این سوسیس میدادم ای. الان هم صبحانه میخوره، هم نان میخوره، هم شام. نگو والا خب این ملک خانم واسه چی میگه؟ چی ملک خانم بلند شده رفته خونه اینا خب. گفته هر چی دوست داره به این سوسیس بگه، اینقدر سوسیس بخوره که خسته. بله ها، بچه ها که تشخیص نمیدن چی براشون خوبه چی براشون بده، بزرگترها باید بگن، آموزش باید بزرگترها بدن. مامان جان من نمیدونم چرا رفتی این حرفا رو به اینا زدی، اصلا من نمیدونم، دلیلی من نمیفهمم. من کجا داری میری؟ داری میری سر کار؟ زوده که مامان جان بشین. بابا میخوام برم به پسر آقای عزیز سر بزنم. وای من برای تو بمیرم. آقا تو چقدر مهربانی، چقدر باگذشتی، چقدر به فکر همه هستی آقا مامان جان. الهی چقدر خود بی دست و پایی. بلاشو برو، بلاشو برو زودتر. خدا نگهدار تو باشه. ببخشید. مواظب خودت باش. حتما. منم بلندشم برم برای وای. من برم بلندشم برای این بچه یه باقال قاطق درست بکنم. شاید ذائقه اینو من تغییر دادم. متشکرم باشی. سلام آقای عزیز. علیکم السلام. سلام. آقای عزیز این چه کاری شما میکنید؟ چه کاری؟ همین که غذاهای نامناسب به این بچت عزیز جانت میدی میخوره؟ غذاهای نامناسب؟ بعد چیه؟ نمیدونی چیه؟ بابا عزیز ایشون صبح زور شب داره سوسیس میخوره. اوه مگه میشه؟ شده دیگه چیکارش کنم؟ هیچی نمیخوره. مگه میشه آقا؟ آره دیگه میگه من فقط سوسیس میخوام، من فقط سوسیس میخوام. شما هم بهش راه برای سوسیس میدی؟ چی کار کنم عزیز من؟ شما هنوز پدر نشدی، نمیدونی که وقتی بچت یه چیزی میخواد عزیزت یه چیزی ازت بخواد نمیتونی بهش نه بگی که. من نمیتونم اینو عزیزم جلو چشم ذره ذره داره آب میشه هیچی نمیخوره که. وقتی سوسیس میخواد مجبورم سوسیس بدم بخوره دیگه، بهتره اینه که هیچی نخوره. چی گفته؟ ملکه خانوم گفته. هم خودش میخوره هم خدمتکارش. شما دیدین؟ بله خودش، اصلا خودشون گفتن هم خدمتکارش گفت هم خود ملکه خانم بود. اوه این همه دکترها میگن که فست فود به بچه‌هاتون ندی، ضرر داره. اون وقت اونا اشتباه میکنن، ملکه خانم درست میگه. آقای عزیز اینا رو بیخیال. پاشو همین الان بریم خونه شما. من با عزیز شما صحبت کنم. بریم. با این حالت عصبانی؟ من عصبانی نیستم. آقا عصبانی اینجوری با من حرف بزنی من میترسم چه برسه به عزیزم. آقا من رو بچه‌ها حساسم، بچه‌ها گناه دارن، اگه اتفاقی براشون بیفته آسیب ببینن یا خطری تهدیدشون کنه من ناراحت میشم. آقا خود من بیشتر از تو ناراحت میشم، من پدرم، ولی الان خطری عزیز منو تهدید نمی‌کنی که اینجوری با من برخورد می‌کنی که. خب حالا ببریم دیگه، برشون ببریم. خب یه دونه بخون بعد بریم. الان موقع خوندنه، من خوندنم نمیاد بابا. آقا بخون بذار فضا عوض شه، رویه داشت اینجوری عصبانی نیا بخونه. پرنگ شو تو که تو هر شرایطی میخوندی الان بخون دیگه. بابا نه تنم آخه الان رویه خوب نیه. یه خاطره بهت بگم، رویت عوض شده. یه روز یه یارو اومد اینجا خب، بعدش گفتش که آقا ببخشید کش دارید؟ گفتم نه. گفت خیلی ممنون رفت. بخون 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 همینجا میخون. مثل یک گله، یک گله ناز خوشگل، هدیه میدیم به همه شادی رو از ته دل. امید مثل درخته، درخت سبز و زیبا، میکاریمش تو دل مهربون آدم ها.
برو جلو با امید لبخند بزن به فردا مهربونی رو ببخش به همه ی آدم ها به همه ی آدم ها مهربونی رو ببخش به همه ی آدم ها محله محله ی گل و گل محله محله ی گل و گل چیه؟ هورا دیگه صدا تو میره واسه این گفتم دیگه رسیدیم دیگه رسیدیم؟ آره دیگه خب بچه ها دست همتون درد نکنه بفرمایید برید خونه هاتون بفرمایید بفرمایید عزیزم بفرمایید ببین دل تو دلش نیست عمو کنه براش بخونه بفرمایید بفرمایید بله ماشاءالله ماشاءالله بله چیه؟ چیه؟ همین لبخنده تو میگم داشته باش حفظش کن چون عزیز من خیلی حساسه دویی بهش بر نخور من ناراحت میشم ببین عزیز شما برای شما عزیز برای منم عزیزه این بچه ها همه برای من عزیزه من با همه خوشرو هستم آفرین این لبخند رو حفظ کن علا رقمی که کم رو هستم ولی با بچه ها واقعا خوشرو هستم آفرین آفرین حالا لبخند بزنم بزن من میخوام زنگ رو بزنم اگر نزنم زده زنگ میزنی بزن موازه باش دست رو زنگ ببین میدونی چی بگی چی بگم باید بگم دیگه حرف بدنم باهاش دیگه میدونم چی باید بگم من کارام بلدم آفرین ببین به من میگن عمو پورنگ باریک بزن چه خبر استاد؟ پورنگ با آقای عزیز با هم دیگه رفتن خونه آقای عزیز خب 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 ببینم این عمو پورنگ میتونه حال اون بچه رو خوب کنه یا نه مگه میتونه؟ خودش که نه اما برادرت چرا؟ یعنی این که پورنگ برای خوب کردن حال اون بچه باید بره سراغ راوی ما هم که اونو دنبال کنیم پیداش میکنیم از نقشه من خوشت اومد خیلی ملکه خیلی خوب حالا برو اون برفک احمق و از زیر زمین برش دار بیار اینجا گر برم سرورم دلم خیلی درد میکنه نمیدونم چرا ولی حال مزاجیم اصلا خوب نیست خب منم صبح زار و شب فست فود بخورم همین میشه دیگه اصلا نمیدونم چم شده من قبلا لب به اینجور چیزا نمیزدم ولی الان فقط اینجور چیزا گلوم پایین میره باش یکم تعامل کن تا بعدا یه فکری به حالت بکنم من داشتم این کار رو نداشتم یعنی اصلا من ماموریت رو میخواستم انجام بدم من نمیدونستم اون پوت واسه یه دونه نون زیاده بسه آبگوره نمیخواد بگیری ببین کارت دارم میری بیرون پورنگو مثل سایه تعقیب میکنی چشتر برم من برم دنبال پورنگ آه کجا اول یه چیزی برام بخون تا حالم خوب بشه حالم بیاد سر جاش بعد برف کسی یا هم من خیلی رو به راه هم من با دروغ و حیله نقشه هم میگیره من همیشه پیروزم بچه این که شیطونه دوست بنده میمونه دست بده به دستم من رفیق دستم ناقلاب و مرموزم دوست دارم که بد باشم تا رئیس دنیا شم اینجوری نمیشه من واسه همیشه قهرمان این شهرم آرزوی من اینه هیچ بینو رو نبینه سایه های تیره دنیا رو بگیره با تمیزی من قهرم خوشحال و راحته هرکی دوست من بمونه بچه ها کار بد خیلی آسونه خوشحال و راحته هرکی دوست من بمونه بچه ها کار بد خیلی آسونه من برفک شهر قصه ها
من نمیمونه چون نمیتونه چون که من یه برفک بدم خوشحال و راحته هر که دوست من بمونه بچه ها کار بد خیلی آسونه خوشحال و راحته هر که دوست من بمونه بچه ها کار بد خیلی آسونه خوشحال و راحته هر که دوست من بمونه بچه ها کار بد خیلی آسونه خوشحال و راحته هر که دوست من بمونه بچه ها کار بد خیلی آسونه قبلی شماره نداشت حالا میتونم برم کجا؟ من بهت گفتم مثل یه سایه همو پورنگ رو تعقیب کن سایه؟ سرور ببینید من برم تو سیاچار چه کنم؟ من توضیح دادم برای چون من از عمدن این کار نکردم باور کنید سرور باور کنید من این کار نکردم من نه دیگه مش بینید من برم حالا شد حالا مثل یک سایه امپورنگ هر جا رفت باید دنبالش بری برای سر برم بله اینطوری امیدوارم دوباره گند نزنه واقعا منم امیدوارم یعنی چه غذا از گلوم پایی نمیره؟ نمیدونم که وای خیلی نگرانه عزیزم عمو پورنگ آقا من امروز رفتم نون خریدم اومدم صبونه سوسیس همسری؟ اسمشو نبر خورده تا الانم فقط اسمشو نبر خورده ها یعنی چی؟ من فکر کنم عزیز شما مسموم شده ها نه من مسموم نیستم حالا خیلیم خیلیم خوبه من دکتر نمیرم عزیزم هیچ کس نمیخواد تو رو ببره دکتر که ما داریم با هم صحبت میکنم خب بله بله من یه دوست دکتر دارم باهاش صحبت میکنم مطرح میکنم ببینم چه پیشنهادی میده من دکتر نمیام من دکتر نمیام باشه عزیزم کسی نمیخواد تو رو ببره دکتر چیونم با اجازه شما متشکرم با اجازه شما متشکری چیه؟ بابا چی میگه؟ چی میگه؟ تو من نگفتی من میام صحبت کنم باهاش نتیجه میده نتیجه میگیریم حلش میکنم حل میشه تمام میشه دیگه فعلا نتیجه نداد ولی میده نگران نباش با اجازه شما خواهش میکنم خوش اومدید خیلی محبت فرمودید خواهش میکنم سلام برسونیم واقعا زحمت کشیدین خواهش میکنم خیلی زحمت کشیدین همسری اصلا آدمو خورد کنی یه جوری اومد در مغازه گفتش بیا بریم من با وزیر صحبت کنم حلش میکنم من پورنگم من میدونم چی بگم هیچی اومده اینجا میگه نتیجه نده من برم ولی بعدا حلش رو چی میگه اصلا همسری ایبا ببخشید اصلا من خورد شد عروسکم ماما جان مامان جان احساس میکنم تا دلم یه خوشلو درد میتونه خب گشنته مامان جان میخوای برات این غذای خوشمزه درست کنم نه من ندارم ایبا خب مگه نمیگه تا دلت درد میکنه ها آره خب یه غذای خوشمزه بخور دیگه نه میل نداری مامان جان جان گوشنه نیستم بابا دا چی رو ببخشم؟ ما یه ساعت نمیتونیم یه غذا انتخاب کنیم بله. این که اینقدر سخته بس ببین پختن غذا چقدر سخته مادر من لطفاً ما رو ببخشیم باشه بخشیدم حالا بگی ببینم چی میخوایم براتون بپزم؟ همین آشیشه رو بیارین خوبه فقط لطفاً زودتر بیارین بخوریم گوش نمونم آخه شما که گفتین رو نتبه سردارین بگی ببینم چی دوست داریم براتون بپزم فقط یه چند ساعتی طول میکشه ما اشتباه کردیم مامان یاش خاتون دیده تکرار نمیشه این روده بزرگ داره روده کچیگر رو میخورم مذارت میخواهیم خیلی خب پس بذاریم براتون گرمش کنم نه زحمت نکشید زحمت نکشید گرم نمیخواد همینطوری سرسر میخوریم شیشکال نداریم گشنتونه تا یه ترانه برای من بخونین گرم شده کاری نداره که بودو این ببینم
صبح که میشه مامان جون دیت میکنه دستان برامون توی وقتی چش نخوری ما بگه ده 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 عجودا بابایی میاد از سر بار خورده و خسته و کفته هر بار من میرم برش قند چایی بازی میکنیم بابا بایی بازی میکنیم بابا بایی خستگیش رو در میکنیم حولیشو به در میکنیم خستگیش که رفت حالا به جاش خنده میاریم روی لباش خنده میاریم روی لباش دست شما درد نکنه خیلی من ساندویچه؟ یواش الان خانم چمنی میشنه به شاکی میشه مگه قرار نشد دیگه بهش ساندویچ ندید بخوره چی کار کنم؟ پورنگ باهاش حرف زده گفته فعلا به نتیجه نرسیدیم حالا باشه تا بعدن مادرش زنگ زد گفت سوسیس میخواد تو خونه سوسیس نداریم زنگ بزن بگو براش ساندویچ بیارم منم زنگ زدم آوردن یعنی چی آخو یعنی شام نخورده تا حالا نه دیگه نخورده دیگه شام اصلا هیچ چی نمیخوره هر چی مادرش بهش بده نمیخوره فقط میگه سوسیس آقای عزیز اینا که غذا نیست ضرر داره خب میدونم چیکار کنم چاره ندارم که گیلخان چرا چاره نداری نیم ساعت یک ساعت غر میکنه شام نمیخوره بعد گشنش میشه میاد میشینه سر سفره خزاشو میخوره سیر میشه حرفا میزنی ها خب من دلم میاد ببینم بچم یه ساعت دو ساعت غذا نخورد اصلا منم دلم میاد مادرش پنج دقیقه هم طاقت نمیاره گیر خواهم چی بگم من اینا برای آدم ضرر داره میدونم همه اینا رو میدونم ولی خب چاره چی کاری نتونستم بکنم که من برم اینو بدم بچه غذاشو بخوره برمیگردم تا آخر عاقبت این ماجرا رو ختم بخیر بکنه نمیدونم چرا هر چیز خوشمزه رو میگن برای بدن ضرر داره اما هر چیز بدمزه رو میگن برای بدن مفیده من خیلی نگرانتم پسری نگران نباش مامان آخه سوسی آخه اسمشو نبر به این خوشمزه که چه ضرر میتونه برای بدن داشته باشه خیلی ضرر داره میگم مامان جون ساندویچش بزرگه میخوای نصف ساندویچتو بدی بابا عزیزت بخوره نه میخوام خلاصه میخوام خودم بخورم ای وای مطمئنی
بخور بابا جان، بخور نوش جونت، فقط یواش بخور نپره تو گلوت. باشه باشه. همساری بله. پشتو بی اینجا بودو. میگم که این خیلی براش زیاده. چیکار میگه؟ حالا بذار هر چقدرش رو تونست میخوره، هر چقدرش هم نتونست میمونه دیگه. آخه سوسیس باشه و بذار چیزی ازش باقی بمونه. همشو میخوره خودش، نمیتونه همه رو بخوره. خب میمونه دیگه، بعدا ما برمیداریم میخوریم دیگه. الان نمیتونیم چیزی بگیم. ببین، یه چیزی خوردن بهتر از هیچی نخوردنه. مثل دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن میمونه. آره. من نمیدونم، من خیلی نگرانشم، همش دلم شور میزنه بچم چیزیش بشه. یه خودش میدونه چقدر توانایی داره، میخوره همونقدر دیگه. ای بابا بچم، چی شد؟ اینه قربونت برم من. بهتره. خب چی بود؟ این یه دارویه که دوستم عطار داره، ازش گرفتم. وای آقا عیاس، شما یه فرشته، خدا شما رو واسه ما رسون. خواهش میکنم. آقا من دونه چی شد؟ پورنگ اطلاع داد وضعیتو. منم به این دوستم که عطار داره اطلاع دادم، اونم یه دونه دارو درست شد فرستاد، آوردن دادم خوب شد. ولی گفت چی باید؟ عزیز یه قول بده. قول بده چه دیگه هیچ وقت غذای نامناسب و ضرردار نخوره. شنیدی پسرین؟ ها خب باش، من قول میدم من دیگه هیچ وقت سوسیس نمیخورم. اصلا من سوسیس باز جهان نیستم. وای خدایا شکر. حالت چطوره؟ احوالت چطوره؟ الهوالت داره مادر. ببینم بابا چی میگه. بابا چی میگه؟ همیشه هم اینجوری نیستش یه چیزی بخوری زود حالت خوب شه ها. آره آره باشه. آفرین بفرما قایل، دست شما درد نکنه. چرا نگرانت شدم؟ من آخه بدون اسچک باز دهانم. آره میپرم هیچیم نمیشه. دست شما درد نکنه. خب الان میخواید خود بشید، یه خدا گرفته یه سر برات بمالم با همین. نه اون برای فرس بودیه، این برای آره. تتتتتتت تا 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 پورنگی رو باش، لباس خوشگل رنگ رنگی رو باش. تتتتتتت پورنگی رو باش، لباس خوشگل رنگ رنگی رو باش. تتتتتتت پورنگی رو باش، لباس خوشگل رنگ رنگی رو باش. تو خجالت نمیکشی پسر؟ بابا مزرک شما اینجا این سلام. علیکم سلام. هی در میزنی، هی در میزنی که چی؟ مادر پیره تو در باز کردن عجله بکنه؟ نه بابا، صدا در حال کن. ببین چه صدای قشنگی میده، صبر کن. چیه تو جنگ میزنی؟ که میزنی؟ من تو رو میکشم. ماما سلام، ببخشید. سلام. تربیت این بچه واقعا کار داره. شرمنده ام آقا جان جان. شما چرا شرمندی مامان؟ من شرمندم از شما دو نفر، معذرت خواهیم. بیا این سبد رو بگیر با هم بریم خونه آقای عزیز. سبد؟ آره دیگه، دوست دارم تا ابد خونه آقای عزیز. برای چی؟ وای باقلا قاطق درست کنم با هم بخوریم دیگه مامان جان. باقلا قاطق با مرغنه. نکن میریزه باقلا. عزیز امشب مهمانه. دره بابان باید بریم. برو دره بابان. شما بفهم من میام. بفرمایید خواهش میکنم. دیر نشده باشه جان. نه
قشنگی های زندگی یعنی همین، یه غذای خوشمزه، یه جمع صمیمی، حرفای خودمونی و شوخی های بامزه. باشه، حالا تو دستور غذای شمالی خواستی من به تو میدم. تو این کوچه، تو همین محل، همین خیابون، همین بغل، خونمونه خونمونه خونمونه